أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. درباره واژه رب العالمین صحبت کردیم، عرض کردیم این واژه به معنای پروردگار و صاحب و مالکی است که انسان را تربیت می‌کند و اصلاح می‌کند. در قرآن کریم رب العالمین مکرر به کار رفته، یکی از جلوه‌های پرورش خداوند متعال و این صفت پروردگاری او همین نزول قرآن کریم هست. در چند جای قرآن خداوند متعال نزول قرآن را با تکیه بر صفت رب العالمین بیان فرموده. معناش اینه که خداوند متعال با این کتاب انسانها را پرورش می‌دهد، انسانها را به کمال می‌رسونه. در سوره مبارکه شعرا می‌خونیم و انه لتنزیل رب العالمین. در سوره مبارکه سجده می‌خونیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. در سوره مبارکه یونس می‌خونیم می‌فرماید و تفصیل الکتاب، می‌فرماید که و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. قرآن از طرف رب العالمین است. حالا روایتی از پیامبر گرامی اسلام در اینکه چگونه قرآن انسان را هدایت می‌کند و مایه پرورش انسان می‌شود تقدیم می‌کنم. فرمود ان هذا القرآن هو النور المبین. قرآن نور آشکاری است. من استضاء به نوره الله. اگر کسی از قرآن نور بطلبد خدا او را نورانی می‌کند. من عقد به اموره اسمه الله. کسی کارهای خودش رو به قرآن گره بزند خداوند متعال او رو حفظ می‌کند. من تمسک به انقذه الله. کسی به قرآن تمسک بجوید خداوند متعال او را نجات می‌دهد. من لم یفارق احکامه رفعه الله. اگر کسی از احکام قرآن فاصله نگرفت خداوند او را بالا می‌برد. و من استشفا به شفاه الله. اگر کسی با قرآن به دنبال شفا باشد خداوند متعال او را شفا می‌دهد. و من آثره علی ما سواه هداه الله. هر کس قرآن را بر غیر قرآن مقدم کند خداوند متعال او را هدایت می‌کند. و جمله آخر و من جعله امامه آواه الله الی جنات النعیم والعیش السلیم. اگر کسی قرآن را امام خود قرار بدهد خداوند متعال او را به سوی بهشت نعیم و زندگی آرام آخرت هدایت خواهد کرد. خداوند متعال را بر همه نعمتهایش سپاس می‌گذاریم، مخصوصا بر نعمت قرآن که یکی از زیباترین جلوه‌های پروردگاری اوست. برای اینکه انشاءالله توفیق قدردانی از همه نعمت‌ها مخصوصا نعمت قرآن رو پیدا بکنیم، صلواتی بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید.